خانم آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرا. یه خبری دیروز تو جراید قبرس شمالی چاپ شد که به دلیل مشغول بودن همه به مجلس و مشکل برق کسی خیلی بهش توجه نکرد، اما فکر کنم اگه اتفاق بیفته درست مثل خود شرکت برق و یا حتی فرودگاه ارجان به مرور زمان تبدیل به کابوس مردم جزیره میشه. تو خبر اومده بود که دولت تصمیم داره در راستای خصوصی سازی بنادر کشور بندر فاماگوستا رو به یک فرد مصری واگذار کنه، اون هم بدون برگزاری مناقصه، در حالی که این شخص مصری یک دلال اسلحه است که اتفاقا به قبرس جنوبی هم کلی اسلحه فروخته. هرچند آقای آریکلی امروز این موضوعات رو رد کرده و گفته بندر بدون مناقصه واگذار نمیشه. ایشون همچنین تأکید کرده ما حتی یک قدم از قرارداد آکسا عقب نمی کشیم. این در حالیه که اتحادیه‌های کارگران در قبرس شمالی امروز فاش کردند به دلیل تعهد خرید برق از آکسا قبرس شمالی نمیتونه از انرژی خورشیدی استفاده کنه. اداره مراقبت‌های اولیه بهداشتی وزارت بهداشت قبرس شمالی خدمات مراقبت در منازل رو توسط تیم‌های حرفه‌ای بهداشتی به بیمارانی که به دلایل مختلف توانایی حضور در مراکز درمانی را ندارن با عنوان اگر نمیتوانید بیایید ما میاییم در منطقه گوزلیورت و لفکه آغاز کرده. قیمت دلار تو ایران 50500 تومان، یورو 55490، پوند انگلیس 63190 و لیر ترکیه 2640 تومان. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 14 تا 18 درجه، گیرنه 14 تا 17، لیماسول 12 تا 19، نیکوزیا 12 تا 19، پافوس 14 تا 17، لفکه 12 تا 18 و کارپاز 15 تا 16 درجه سانتیگراد پیش بینی شده. و حرف آخر این که مملکت جالبی داریم، در حالی که افراد زیر 18 سال تو ایران به لحاظ قانونی نمیتونن حتی یه سیم کارت ساده خریداری بکنن، اما به لحاظ همون قانون میتونن ازدواج کنن. و قسمت تلخ ماجرا اینجاست که بیشتر دعواهای سیاسی کشور هم سر همین قوانین بدیهی و احمقانه است. رویا خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.